خیلی مسخره است. میگم با چشای خودم دیدم. فکر کنم واقعا نیلو گذاشته کنار. دیوونه میشه؟ دختر داری شوخی میکنی؟ میگم نباید خبردار بشه. باز که داری حرفای چرت و پرت خودتو میگی. یه کاری نکن از این که بهت گفتم پشیمون بشم. من یکم کار دارم، بعدم بهت زنگ میزنم. فکرم اون پیش مامانم. خیلی حالش بد شد، کلی گریه زاری کرد. آره میدونم، اصلا دلم نمیخواد بهش فکر کنم. حق داری، چون از نزدیک دیدی. سر در نمیارم چی شد که از پله افتاد. یاسین عمدن میپرسی؟ وقتی یادم میفته اعصابم خورد میشه، نمیخوام در موردش حرف بزنم. راست میگی، ما خیلی موضوع برای حرف زدن داریم. من میگم حق نداری از جلوی در این رد بشی. تو شب میری اینجا میمونی؟ دیروز به خاطر مامانت صدام در نیومد، ولی امروز دیگه نمیتونم ساکت بشم. بس کن یاسین، از یه طرف مامانم به این فشار میاره، از یه طرف تو. از پس هیچ کدومتون بر نمیام، هرچند که از پس هیچ کس بر نمیام. تو ویلا با ما مثل سوسک رفتار میکنن، سوسک. یه دخترم دارن که دلم میخواست بکشمش ولی نشد. ای بابا، اینجام دعوا و درگیری را انداختین. مگه دخترشون با چی کار کرده؟ تعریف کن ببینم. یعنی از خود راضیه دیگه، یه دختر پول داره از خود راضیه مغرور. چیزی نشد. تازه فقط این نیست، حتی آبجی من به ما میگه سرباری. حتما باید هر جوری شده امروز فردا از این خونه بریم یاسی. تا ابد که نمیتونیم اینجا بمونیم. آدم باید یکم خوب ولش کن، بیا بریم یکم سوار موتور بشیم، حال و هوات عوض شه. فکرشم نکن. سلام، میخواستم مربی رو ببینم. سلام خانم، چه سورپرایز قشنگی، خوش اومدید. خیلی ممنون، این طرف بودم، گفتم یه سری بزنم. کارو خیلی خوبی کردی. میخواستم در مورد یه چیزی باهاتون صحبت کنم. باشه بفرمایید. میخواستم یه لطفی بکنیم. کلاسمون شروع شد. ببین اجه، نمیخواد حتی یه شبم خونه مردم بمونی. تموم شد دیگه، نمیر. یاسی میگم دیرم شده، بگیر. گوشش بدهکار نیست که نیست. این دیگه که بفرمی. بله خودمم. متوجه نشدم چی گفتی. باشه باشه، من همین الان میام اونجا. بله چشم، الان میام. باشه. میدونستم، میدونستم. یعنی من واقعا انتخاب شدم؟ آره انتخاب شدی، خوش شانس بودی. فردا ساعت 10. دمتون گرم، قول میدم روسیاتون نکنم. بازی چه دست این بچه مچه ها شده. روز بخیر ترین خانم، بازیکنی که گفتین اومد، وارد تیم شد. خیلی ممنونم، این لطفتونه هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون وقت چه لطفی؟ چیز خاصی نیست، یه خوبی کوچیک به یه دوست کردم. برگردیم سر صحبت. اینقدر عصبانیم کرده که دلم نمیخواد در موردش حرف بزنم. تو دوست پسرتو نمیشناسی؟ نیل، مرگ مامانم بیشتر از همه رو سینا نظر گذاشت. اون پسر تحتقاری مامانم بود. میدونی که بیشتر از همه به تو نیاز داره. برو دنبالش، میدونو خالی نکن. پاشو، زود باش. ببین، فقط از روی دلسوزی میام، وگرنه نمی اومدم.